توی این فیلم میخوایم در مورد کنترل ظرفیت کمپرسورهای اسکرو همبل صحبت بکنیم. خانواده RC کمپرسورهای اسکرو همبل مثل کمپرسورهای اسکرو CS8 و CSW بیتزه کنترل ظرفیتش از طریق اسلایدر انجام میشه. پیستون، فنر، سیلندر و اسلایدر مثل کنترل ظرفیت کمپرسورهای بیتزر هستش. منطق کنترل در این کمپرسور متفاوت با منطق کنترل کمپرسورهای بیتزر. مثل کمپرسورهای بیتزر، این کمپرسور هم دارای 4 شیر برقی هست که بنا به نوع کاربرد میتونیم دو مسیر رو کور بکنیم و از دو مسیر استفاده بکنیم، یعنی 2500 یا 5000 و یا هر 4 شیر برقی و یا 3 شیر برقی تو مدار باشن. بر اساس نوع کاربرد و نوع نیازمون ما میایم از این شیر برقی ها استفاده میکنیم و این کنترل ظرفیت رو توی مدار میاریم. توی این کمپرسوری که دارید مشاهده میکنید، منطق کنترل به وسیله دو شیر برقی انجام میشه که 25 و 100 هست. همونطوری که دارید میبینید، مسیر روغن در داخل شیر برقی هست که با بوبین شیر برقی فعال میشه. زمانی که از دو شیر برقی استفاده میکنیم، منطق کنترل استپلس هست و زمانی که از چند شیر برقی استفاده بکنیم، منطق کنترل پله‌ای هستش. فقط یک نکته‌ای در این کمپرسورها وجود داره که بایستی بسیار به اون دقت کرد و اون هم شیرهای برقی نرمالی کلوز و نرمالی اوپن هستند. در کمپرسورهای همبل هر دو نوع شیر برقی استفاده میشن که بایستی منطق کنترل رو بر اساس نوع شیر برقی ها به کار ببریم و بایستی توجه بکنیم که آیا شیر برقی نرمالی کلوز هست یا نرمالی اوپن، در حالت عادی بسته است یا در حالت عادی باز. روش کار هم مثل کمپرسورهای بیتزر از طریق این پیستون انجام میشه. پیستون در داخل سیلند با نیروی روغن حرکت میکنه و کنترل ظرفیت شیر برقی 100% روغن رو به داخل سیلندر میفرسته و پیستون حرکت میکنه. متعاقب پیستون فنر فشرده میشه و اسلایدر هم حرکت میکنه و ظرفیت به این ترتیب میتونه کنترل بشه. توی کنترل ظرفیت های 25، 50 و 75 بر اساس میزان ظرفیت روغن به محفظه اسکرو چمبر بایپاس میشه و کمک میکنه به روغنکاری اسکروها. کمپرسورهای اسکرو همبل نسبت به کمپرسورهای بیتزر مزایای بسیار بالاتری دارند. هرچند داره یه سری نقیصها نسبت به بیتزر هستند، اما این کمپرسورها در بسیاری از کاربردها دارای توانایی‌های بسیار بالایی هستند و بایستی توجه بکنیم در صورتی که منطق کنترل ظرفیت برای کمپرسور اسکرو به درستی تنظیم شده باشه و اوورهیتینگ یا بیش از حد داغ شدن برای کمپرسور به وجود نیاد، عمر کمپرسور بسیار بالا خواهد بودش. زمانی که اوورهیتینگ یا بیش از حد داغ شدن اتفاق بیفته، فیلتر روغن رو مشاهده میکنید توی این کمپرسور 100 تن همبل دچار گرفتگی میشه. ذرات آهن وارد فیلتر میشن، منافذ فیلتر رو میگیرن، نتیجهش روغنکاری نامناسبه و در نتیجه بولبرینگ ها به خوبی روغنکاری نمیشن و از طرف دیگه فشار روغن هم در قسمت کنترل ظرفیت کاهش پیدا میکنه و به خوبی ما نمیتونیم کنترل ظرفیت کمپرسور رو داشته باشیم. توجه کنید در ساختار این نوع از کمپرسورها فشار دیسچارج هستش که باعث میشه که روغن به سمت کنترل ظرفیت یا به سمت بولبرینگ ها فرستاده بشه. پس این خانواده از کمپرسورهای اسکرو با فشار روغن، البته فشاری که فشار دیسچارج بر روی روغن هست، روغن کاری و کنترل ظرفیت میشن. در این نوع از کنترل ظرفیت در صورتی که اوورهیتینگ، کاپر پلیتینگ یا کانتامینیشن تو سیکل وجود داشته باشه، میتونه کنترل ظرفیت رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و ما نتونیم ظرفیت مورد نظرمون رو
از طریق کنترل ظرفیتی که برای کمپرسور هست تعبیه شده انجام بدیم. و همچنین دقت به منطق کنترل هم بسیار مهم است که برای هر کاربردی ما چه منطقی رو به کار میبریم و بر اساس نیازمون و تقاضامون بایستی منطق درست رو برای کمپرسور تعیین بکنیم و کمپرسور با منطق هماهنگ با نوع کاربردش استفاده بشه. یکی از دلایل انتخاب منطق درست کنترل زمان روشن و خاموش شدن کمپرسورهای اسکروه. کمپرسورهای اسکروی که کارخانه‌های سازنده مختلف تولید می‌کنند بر اساس توانایی‌هاشون تعداد دفعات استارت در ساعت رو کارخانه‌های سازنده اعلام می‌کنه که بین 3 تا 6 بار در ساعت هست. پس بنابراین بایستی به بعضی نکات هنگام انتخاب منطق کنترل دقت بکنیم تا کمپرسور دچار اوورهیتینگ، گرمای بیش از حد به وجود اومدن در قسمت سیم پیچی، فشار زیاد بر روی بولبرینگ ها و در نتیجه طول عمر کوتاه کمپرسور نشیم و بتونیم راندمان بسیار بالایی رو از کمپرسور انتظار داشته باشیم.